امروز هم با معرفی یکی دیگر از فیلم‌های برتر سینمای جهان با شما عزیزان هستیم. با من همراه باشید. آینده دنیایی تاریک و ویران، دنیایی پر از جنگ، عذاب، جنگ با دشمنی که قاتل به شکستش نبوده. آیا سرنوشت ما این بوده که باعث نابودی خودمون بشیم؟ آیا واقعا آینده از پیش تعیین شده؟ من میتونم یکی رو چند هفته بفرستم به قبل، ولی شما میخواییم برگرده به چند دهه قبل. اما ذهن تا اندازه‌ای میتونه به عقب برگرده، بعدش قاطی میکنه. اگه ذهن یه نفر از اول قاطی باشه چی؟ و بتونه به محض آسیب دیدن خودش رو ترمیم کنه چی؟ ما قدرتت ما رو دور هم جمع کن. مردان نیست. قول بده ما رو پیدا کنه. باید بری خونه من پیدا کنی و این جنگ رو تموم کنی قبل از اینکه شروع بشه. پس به هر دوی ما نیاز هست، دوش به دوش، اونم تو دوره‌ای که خیلی از هم دور بودیم. خودم میدونم که چی کار باید کنم. ما با یه دشمن جدید مواجه شدیم. شما برای این جنگ یه سلاح جدید می‌خواید. اون همه سالو با جنگ با هم هدر دادید. چیزایی با ارزش هم ازم گرفتید. خب شاید باید بیشتر واسه شروع شد. راه نمونیم برو هدایت ما کن. برای ما مهم نیست آینده چی میشه. از آینده من بگذر چانس. ما قرار بوده بهشون حفاظت کنیم. تو میترسی، از عذاب خودت میترسی. من زندگی میکنی، پس قوانین منم رعایت میکنی. او ببخشید معذرت میخوام، نمیدونم یکشم شد. لطفا بذار درستش کنم. اینجا منتظر موندی در حالی که باید بری بیرون و حساب آدم بعدا رو برسی. تو باید خودتو کنترل کنی، اگر نمیبرنمون توی منطقه 51 زندانیمون میکنن. او یه بازنده ای. ادی برانک، من یه شکارچیم، باید آزاد باشم. میخوام داستانمو برات تعریف کنم. مردم از قاتلای سریالی خوششون میاد. تمام چیزی که توی این دنیا میخوام. کلیتوس، چرا من؟ چیزی که متعلق به منه متعلق به توه، و چیزی که متعلق به توه متعلق به من. چه روحش؟ کجا رفتی؟ اما یارو قرمزه؟ به نومش خم بیا بیرون. اهدی، حس میکنم ما خیلی به هم نزدیکیم، ولی انتقام جوام.
مثل یک خانواده. چی دیدی؟ یه اتفاقی داره برام میافته، یه چیزی داره ذهنم رو آزاد میکنه و نمیتونم کنترلش کنم. یه امتحان ساده است، دست تو از رو جعبه بردار. قبلا هم پیش اومده بود چیزی رو که توی خواب ببینی در واقعیت هم اتفاق بیفته؟ بله، دارن اعضای خانوادم رو یکی یکی ازم میگیرن. بیاین مثل شیاطین بزنگ. ثابت کردی که میتونی به خودت مسلط باشی، اون وقت میمیری. چی تو این جعبه است؟ درد. قدرت واقعی در این نیست که به سمت جنگ بدویی. مردان ما در طول زمان غارت کردن، دروغ گفتن و کشتن. اما شرافت هرگز از پهلوانی نمیاد، از سرسختی و بیرحمی میاد. ما 7000 سال پیش به اینجا فرستاده شدیم تا از انسانها در برابر دیوینت‌ها محافظت کنیم. باید بقیه رو پیدا کنیم. چرا وقتی آدم ها داشتن تو جنگ و بلاهای تاریخ نابود می شدن نبودیم؟ ما دستور داشتیم که فقط موقع حضور دیوینت ها در زندگی انسان ها دخالت کنیم. کی بهتون دستور داده بود؟ زیباست مگه نه؟